خانه های گیلی هست و با مشکلات میشه که از این راپلا پایین بالا شیم و بالاخره استفاده بکنین، مخصوصا در فصل سرما که بارندگی زیاد هست و احتمال بارش برف و باران میره و حداقل اینجا زیاد خطر هم داره پایین بالا شدن، و با این مشکلات مردم از چنین مناطق استفاده میکنن که بالاخره زندگی خود را سپری بکنن. از دست و زبان کی براید که از عهده شکرش بدر آید، بنده همان به ز تقصیر خیش عذر و درگاه خدای آورد، ور نه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام و صلوات بر منجی عالم بشریت و سلام ویژه خدمت شما دوستان عزیز بیننده برنامه رحمت. طبق روال معمول در این برنامه هم خواستیم به دیدار عزیزان برین که اینا هم از فقر اقتصادی رنج میبرن و مشکلات عدیده دامنگیر ای بزرگوارا هست. دوستان عزیز، جای داره که در ابتدای برنامه تشکری خاص داشته باشیم از همکارای همیشگی برنامه رحمت، بنیاد رحمت و دوستایی که در این راستا تلاش میکنن، زحمت میکشن و کمک ها، صدقات و نظراتی که دارن در اختیار این برنامه قرار میدن، و از همینجا ما جای داره که سپاسگزاری ویژه داشته باشیم از این بزرگواران، و خداوند جل جلاله ایشان را جزای خیر انشاءالله که عنایت بفرماید. من ولی زاده و مجری برنامه رحمت خدمت شما آمدین و مقدار کمک از طرف بنیاد رحمت تقدیم شما میخواییم بکنه، اجازه است برین خانه؟ بله، رو فرمون. بله، شکر شما خوبه؟ خیلی هیجان از ما تشکر که ما قدیبا بیچرار میبینیم. تشکر، زنده باشین مادر جان. امروز هوا بارانی هست و ما هم آمدین به دیدن شما. خیلی بینیم، یک جان تشکر از شما. خیلی بینیم که ما قدیبا میبینیم. سلامت باشین. یک جان از شما تشکر، خیلی بینیم. خیلی بیچاره خوب میبینیم. دست شما درد نکنه. خدا شما خیر بده، خدا شما خیر ببینید. مادر جان، از وضعیت زندگی خود صحبت بکنین، برای ما قصه بگین که چگونه زندگی دیگه. میگذارم میشه بیوزن، این 8 سال میشه که من بیوزن، خود همین نواسا خود تیل میکنم، خود همین نواسا همین سلام از اگه کسا میشه خیر تیشه این دیگه من خیر تیشه. کسا از شما پول نمیگیره؟ حال دمزی لنگ کنه اگه بودم تا سایی. خب چند وقت میشه اینجا بس؟ اینجا اگه راست بگیم یا نه 10 سال میشه. ده سال میشه این سرا دگه سوای به برف ده ما همیتو میشینیم اینجا. اگه از ما میبیدی پس یه بیتی میشده و چیزی میشده از ما نیه دگه خارج رو نیه. خیلی معمولا خب خرج و مخارج خانه را از کجا تامین میکنه؟ خرج و مخارج خانه دیگر من یک بچه دارم. بچه خوزداره، یک بچه ما بهمون نگاه میکنم. خرج من این بچه میده، این هم بهم دیکون بیچاره دمی چیزای آینگری هنو میچه کار میکنه. 7 نفر ما نخوره، یک بادمه فقط همی کرای سرار ندارین دیگه. او برق و اینا خود دارین دیگه خارج، اینا خرج خوراک خود دارن دیگه هنو مینا. ممنونیم از شما مادر جان. ما از طرف بنیاد رحمت مقدار کمک شامل مواد غذایی خدمت شما آوردین، در این فصل زمستان میشه که اینا رو با خیر استفاده بکنین و دعا بکنین کسایی که اینا رو در اختیار بنیاد رحمت قرار دادن. خیلی ببینین دست شما درد نکنه، یک جان شما تشکر. خیلی ببینین که ما رو بدیدین، یاد و بنیاد قریبا خواهی کن. ممنونیم از شما. به
دوستان عزیز، امروز هم روز بارانی هست و یکی از روزهای سردی هست که ما دارین این برنامه رو ثبت میکنیم و در این هوای سرد گفتیم باشه که سر بزنین و مسئولیت خود دانستیم که به دیدار این چونین مادران یا پدران برین که چشم امیدشان فقط شماها هستیم. بله، شمایی که بیننده برنامه هست. گفتین اینا نواسه شما نه؟ بله اینا. خب اسم تو چیه رفیق؟ محمد. محمد، عجب نام خوب و مقبول و قشنگی. محمد جان مکتب هم میری؟ آه. صنف چندی محمد؟ صنف اول. صنف اول، بله. چندم نمره ای؟ چندم نمره خونم فهم نمیفهمی، بله. خب دوست داری در آینده چی کار بشی؟ انجینر. بله دوست عزیز، میخوایی که در آینده انجینیر بشه و وطن خود را آباد بکنه. بله. انشالله که با آرزوی خوب برسی آقای محمد جان عزیز. بله بله، با آرزوی خوب برسی. دوستان عزیز، برنامه ادامه داره و میریم یک خانه دیگر، انشالله ما رو دنبال کنیم. متاسفانه برق هم ندارن اینا، داخل هم بسیار تاریک هست و به می اساس نشد که ما برین به خانه زینا و داخل خانه صحبت بکنیم. من صحبت را آغاز میکنم. مادر جان خوبیم شما؟ شکر شما خوبیم، سلامتیم. زنده باشین، سلامت باشین. کمی بلندتر صحبت کنین و در موردی بگین که حال و هوای زمستان را چگونه دارین سپری میکنین؟ امیده بورا خود شما میبینین لگانه که به چی رقم به سختی به عبرتی امیده به گندگی تیلیفونه و میخونه نبدیدین که ایشو خونیه که آره به داخل رفتن نشه که ایشو تیری که همه خونه هاش بسونه همه چیز و میخونه که تو لحکه دگه انه بیچار تا اولاد دارم یکی که بچه کرونه 13 ساله که بیچار شاگیده به زود رفتی دو سه ساعت میرم همیشه بارم که بیزار دو سال میشه که شیط چوته کجاشون انه من خودم چوته خودم تفلایی شوهر شما شهید شدن؟ بله. قبلا دیگه اونا سرپرستی خانه رو داشتن؟ بله. یه که بیچارم بود اگه معلولی بی پای شهر بود گوشتشون شهید شده گنه چرت. خب من دیگه هیچ کسی جز خدا یه دادم دیگه نزم. خیلی سخته و متاسفانه زمانی که آدم میبینه یک مادره با مشکلات دست پنجه نرم میکنه و عشق میریزه از تنهایی، از غربت، از بیچارگی، از نیستی و از نداری، واقعا سخته، واقعا سخته. مادر جان گفتنی شما چی هست؟ گفتنی ما هیچی دیگه از این هزینی مثل مانایی که بیچارا دارم اگه چیز میکنن ها دیگه دارم این امی بیچارا که پیغیر فقرا خو ببینم سبابه بکنم بزنم کمکی بزن بکنم دیگه. کمک کنم؟ بله. معمولا شبها غذایی که میخورین چیه؟ شنو غذای بیشتر شما میخورین؟ غذا ما برای جو تیر همی کچالو خیلی باشه برین جو کچالو ما به موهای به موها ماچی همی گوشت مرغ که ارزش به یک زن به مردم نداره با خدا به موها به تا دیگه ما نمیشه انمی کچالو انمی برین جو شوله برین جو کچالو انمی دیگه خود شما میفهم دیگه انمی دیگه دیگه ما چیگه ما قضا خوبه دیگه ما نمیبینیم که بخوریم این نمیبینیم جای خیرات خرم قرآن باشه حدیثی باشه که بریم بخوریم ما دیگه وقت دیگه قضا خوبه نمیبینیم. بله دوست عزیز، مادر جان میگن بهترین غذایی که ما میخوریم همی قرمه کچالو با برنج هست، در حالی که من باور دارم در همین شرایطی هم که امروز اکثریت مردم در این چنین وضعیت به سر میبرن افرادی هستند که متاسفانه اسراف میکنن و غذاهای آنچنانی و رنگارنگ در سفره های خود میچینن و زیادتر از این غذا هم شاید از اونها اصلا نوبت نرسه برای استفاده کردن از اونها، در حالی که این چنین وضعیت ما داریم در خانه های گیلی، خانه هایی که شما در تصویر هم مشاهده میکنین، همکارای ما انشالله که به تصویر باز برای شما نشان میدن که هر لحظه این کار فرو رفتن خانه ها هست. بیاین چه خوب است که
دستگیر نیازمندان باشین و در کنارشان باشین و مادران ما دیگه اشک غم نریزن و اگر اشک هم میریزن اشک شادی باشه. و بیشتر از این وقت شما نمیگیره مادر جان، مقدار کمک هست شامل مواد غذایی از طرف بنیاد رحمت خدمت شما آوردین. خیلی بینی برو جو دست شما درد نکنه، خدا بر شما تسکیر آخرت نکنه، خیلی بینی دست شما درد نکنه. امیده امیده گواهی بمیسه شما کاش که چند داره گنده بیداشه که بیای کمک بکن رو انمی خونی ما که میبینیم کجا ما امی چند دیش های میشه انمی باره به خدا شای تا سو ما خیلی نمیباره که بگیم هید همی سر امی باره شا امی خونه بالی امی اولادا من الان به نریزه اونو بدیدیم کسی کنیم کشه او خونی ما که آره او چکک میکنه که سه میکنه دور از اون شای بالی به چه آنده میشه تا سو به خدا خیلی نمیباره و میخونه ای از ویدی که دیگه کس نمیت خیریتی به ما بداده که شیشته ایم انه میت خود شما میبینین دیگه که چی رقم زیاد مانه. بله دوستان عزیز، شما طوری که به تصویر میبینید تنها وسیله‌ای که برای گرم کردن خانه از اینا هست فقط تانستن که پنجره ها را پلاستیک بزنن و این تنها ابزار یا وسیله است که از او استفاده کردن و که بالاخره امی سرمای زمستان را به گونه‌ای سپری بکنن که حداقل زنده بمانه. و در حالی که وسیله های بهترزی هم شاید موجود باشه و حتما هست که اینا دسترسی به اونه دارن به سبب دمون مشکلات اقتصادی که دارن. دوازده سال میشه که بیوه شدم، صد تا همیته به چه سر نیم سری دارم بینگاه کنم چه کلون میشه دوازده ساله یه دمیده تا دیگه همه رد اینا یک همی کوش رنگ میدن دیگه مشکلات ها خیلیه، پول برق هسته، پول او هسته دیگه خونه هم همیته ریخت پیچیده یه دیگه یعنی مشکلات ها خیلیه دیگه مثلا روغن میگیری بنین نیه بر اینجا میگیری مثلا روغن نیه ببینی روب نیه این نیه اینه خیلی مشکلات ها خیلیه دیگه. بله دیگه من میدقم دیگه فرده و گزاری خواه میکنی چه کار کنی؟ خیلی خب مادر جان، طور کس دیگه هم آمده به دیدار شما بیایه و کمک چیزی تقدیم شما بکنه؟ نه نه، تا با حال کسی ایتا یک دونور اینجا بریم و کسی کمک نکردی. از هیچ نهاد دولتی و غیر دولتی کسی به سراغ شما نیومده که فصل زمستان و بالاخره بیایه به دیدن شما بیاین و نه ایش که نماده ایش که تا با حال گفتم بنه دم این ولایت عریضه کنه امیون جمع نرفتم گفتم که خب الجیرا مینا گفتم بنیم که شما نویش نمی کنم برفتیم گفتم بنیم بیس رازه بیاییم دیگه هم نرفتیم دیگه خونی که شد گله بارش شد نرفتیم خونی به چی منه یعنی میتونی منه او خونی به بزی سر خونی به چی من اینجی اصلا صف خونی از خودم میتا تمام ده دیگه خیلی ریخته بریخته به پیچی دستن و خودم از اتوانو نیه کمیلا سلام ها تیار کنه دیگه نیه گیرونی هسته چیز هسته بیکری بی پولی هسته پریشونی خیلی دیگه. بله دوست عزیز، واقعا هم که چنین هست و اگر حداقل به ماه یک مرتبه یا دو مرتبه به این چنین خانه ها سر بزنین بیاین به دیدار مادران و پدرانی که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارن، حداقل یک وعده غذایی خودر بین با اینا صرف بکنه، بین با اینا نوش جان بکنه، در کنارشون باشین، بس کن امی هم کفایت میکنه دقل در حد توان. و جای داره که باز هم تشکری بکنم از حامیای همیشگی برنامه و بنیاد رحمت و دوستایی که لطف کردن این مواد غذایی را در اختیار بنیاد رحمت قرار دادن و ما هم از طریق بنیاد خدمت این مادر جان آوردیم اینا را تقدیم کردین. مادر جان گفتنی شما پیام شما چی هست؟ پیام امینه دیگه که مثلا امینایی که مثلا دست نوایه دارم خود همین خاره غریبا کمک کنم دیگه دو امینا برد اینایی همیشه پیام امینه دیگه. بله دعا بهترین چیزه، واقعا هم اگر ما دعای گفتن از اینا غریبا و بیچاره ها را با خود داشته باشیم باور بکنیم که بهترین کار هست و آینده دنیا و آخرت از آن ما و شما هست انشاءالله. و دوستان عزیز بیشتر صحبت نمی کنم و ممنون از اینکه تا این لحظه با ما بودین و
خوب.